بازنشستگان تامین اجتماعی و بقیه بازنشسته ها در استمرار و ادامه سالهای قبل در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار و بعد هم وضعیت نامساعد معیشتیشون در ماهای اخیر در شهرهای مختلف کشورمون به شکل تجمع و راهپیمایی اعتراضاتشون ادامه داشته. بازنشسته ها نسبت به مصوبه 15 خرداد هیئت وزیران مبتنی بر افزایش 10% به حقوقشون اعتراض کردند و خواستار ازدیاد حقوق به میزان نرخ موجود در سبد معیشت هستند. در همین رابطه همراه میشیم با احمد کامیاب تا بیشتر بشنویم که وضعیت کنونی از چه قراره. با سلام به شما احمد و تشکر از حضور در برنامه امروز ما. سلام به شما و سلام به بینندگان عزیز در خدمت. بله احمد، میخواستم به عنوان اولین سوال بپرسم که چرا الان مجددا شاهد گسترش این تجمعات بازنشستگان حالا تو اقشار مختلف هستیم؟ بله طبعا یک حرف که بیشتر نیست، باز علی‌رغم تمام تظاهرات، تجمعات و مطالبه گری که بازنشستگان مثل بقیه اقشار داشتند به حق خودشون نرسیدند. این خب ریشه اصلی همه این در حقیقت تجمعات و درخواست‌ها و اعتراضاتیه که مستمر رو به افزایش هم هست. این که گفتین علتش به طور مشخص چیه، خب این رژیم به طور مشخص هم که الان ابتدا هم اشاره کردی طبق قانون 96 تامین اجتماعی باید با هر سال حداقل یک بار میزان حقوق بازنشستگان رو بر اساس نرخ تورم تراز کنه. این توی قانون خود این قارتگران هست، نهادینه شده هست، وجود داره. خب همین موضوع انجام نمیشه، یعنی پدیده‌ای که خودشون به اصطلاح در این قانون خودشون گنجوندن رو انجام نمیدند. مثلا همین الان خب میزان حقوقی که به حداقل بگیرهای مستمر بازنشستگان میدن چیزی در حدود 6 میلیون و 300 هست. همین الان نرخی که نرخ در حقیقت خط فقر که در جراید خودشون حتی اطلاع میدن که خیلی بیشتر از این هست، بالای 20 میلیونه. چیزی بین 20 تا 30 میلیون خط فقر هست. خب خودتون حساب کنید بازنشستگان با خانوادهشون با حقوق 6 میلیون تا 7 میلیون چطور میتونند در حقیقت با این خط فقر، در حقیقت میشه گفت یک سوم زیر خط فقر هستش، ماکسیموم بین مثلا یک هفته تا 10 روزشون رو پاسخ میده. خب این عامل اصلی در حقیقت تمامی اعتراضات و تجمعاتی هستش که بازنشستگان به طور مستمر دارن انجام میدن. این رژیم هم در حقیقت نشون داده در این سالیان که فقط و فقط در حقیقت در فکر غارت و چاوبول اینهاست، چرا که اینها نه تنها از حقوق خودشون که باید بر اساس قوانین خلاصه افزایش پیدا بکنه، سالانه افزایش بدن با حساب تورم هر سال اینا خودشون قرار بوده بالا ببرن. دقیقاً. حالا این نکته ای که اینها مثلا کار مثلا اگه بخواید از جیب خودشون نمیپردازن، این صندوق تامین اجتماعی در حقیقت حاصل رنج و زحمت تمام این بازنشستگان در طول دهه هاست. یعنی اونها در زمان شاغل بودن خودشون میزانی از حقوق خودشون رو گذاشتن کنار، به ودیعه گذاشتن در این صندوق که در زمان بازنشستگی از همون دسترنج خودشون استفاده کنند. یعنی در حقیقت اینا دارن چپاول و غارت میکنن تمام سرمایه زندگی کارگران بازنشستگان که بیش از 3 دهه کار کردند و در حقیقت حاصل رنج و زحمت خودشون رو گذاشتن که زمانی که بازنشسته استفاده کنن اینا دارن چپاول میکنن. حالا این که اشاره هم کردی سالانه رو تورم میره بالا، همه جا مرسومه یه همچین چیزی، ولی به طور واقعی ما اگه بخوایم ببینیم توی ایران هرگز سالانه نیست، هفتگی ما شاهدین هستیم که نرخ تورم میره بالا. به طور واقعی مگه بخوان اضافه کنن شاید هر ماه باید نرخ میزان حقوق و دستمزد اینا رو افزایش بدن. حالا واسم بپرسم که توی مدت واکنش رژیم به این تجمعات چی بوده؟ اصلا واکنشی داشته نداشته، پاسخی داده، توجیهی بوده یا خیر؟ بله خب رژیم همیشه در واقع سیاست کلیش از تو رابطه و این سیاست از این ستون به اون ستون، وعده وعیدهای کشکی و پوشالی از یک طرف،
یعنی همیشه سعی میکنه که خلاصه نه فقط در رابطه بازنشستگان، در رابطه بقیه اقشار هم همینه که اونها رو در تونل های وعده های مختلف همینجوری بچرخونه، از این ستون به اون ستون، تا خلاصه اونها درگیر باشن. اینم چغول و غارت. این سیاستش از یک طرف، از یک طرف هم در حقیقت پاسخی گیرده همیشه سرکوب، تهدید در صحنه و قبلش هست. مثلا در رابطه با همین تجمعاتی که هفته پیش برگزار شد، مثلا تجمعات فرهنگیان که سراسری هم بود، در حقیقت در نزدیک 30 شهر به طور سراسری برگزار شد، سرندج، مریوان، اصفهان، از همون اول صبح نیروهای امنیتیشو گسیل کرد که تجمع نکنند و بعدش هم دست به خلاصه سرکوب، دستگیری هم در سرندج هم در اصفهان کرد. یعنی پاسخ همواره رژیم دو چیز هست: یک، سرچرخوندن از این ستون به اون ستون، از اون طرف هم تهدید که اگر این کار رو بکنید شامله. حالا این یک قضیه است، یک موضوع مسکی که جدید تازه راه انداخته، چون به هر حال اینم حاصل در حقیقت ضربه شستی که در 6 ماه خیزش و قیام که از شهریور شروع شد رژیم دریافت و به شدت میترسه. از همین میزان تجمعات که بازنشستگان غیور میرن انجام میدن، در حقیقت یک لایحه‌ای داره میبره که در حقیقت میگه اسمشو نحوه برگزاری اجتماعات و اعتراضات، این مثلا اسم اینه که در حقیقت آورده یه سری در حقیقت قوانینی که میشه گفت هیچ جا نمونش پیدا نمیشه، که مثلا اون افرادی که شرکت میکنن باید ماسک نزنند که راحت شناسایی بشن که بشه. آره. و بعد در مثلا در کادر قانون بخواند انجام بدن، در صورتی که خب این همه تشبثاتیه که وقعی نه مردم هیچگاه بهش نمیدن، مردم ما و بازنشستگان و تمامی اقشار ما هیچگاه برای اعتراض نیازی به اجازه ندارند، در کف خیابون همیشه حرفشون رو زدن و میزنند. حالا احمد، به عنوان آخرین سوال میخواستم بپرسم، با توجه به واکنش هایی که رژیم داشته در قبال این اعتراضات، همینی که اشاره کردی و گفتی که هم کژدار و مریض میره، یعنی از این ستون به اون ستون فرج سیاستش اینه، و از طرفی هم به شدت مراقبه که این اعتراضات یه موقعی گسترش پیدا نکنه، به خاطر همین سرکوب هم میکنه، به نظرت چه راه حلی باقی میمونه در برابر این بازنشسته ها که بتونن حداقل اون همون نون بخور و نویری که نیاز دارن رو بگیرن؟ بله، خب ببینید، به لحاظ اقتصادی یا اگه بخوایم بگیم بحث و به لحاظ معیشت، خب پاسخی نیست، نخواهد بود. همین که الان مثلا اشاره هم کردید، ببینید نرخ تورم در ایران میشه گفت بی سابقه است در کل دنیا. یعنی مثلا میزان قدرت خرید هر کدوم از این اقشار به طور خاص بازنشستگان از اول فروردین تا همین الان به شدت کاهش پیدا کرده. یکی از مثلا در حقیقت چپاول و غارت هایی هم که با رژیم در همین رابطه هم میکنه، مثلا تصفیه میکنه از اول فروردین فلان میزان مثلا حقوق مثلا کارگران یا بازنشستگان باید اضافه بشه، پرداختش رو میذاره 2 ماه بعد، میگه از مثلا خرداد ماه پرداخت میشه. تو همین 2 ماه در حقیقت اون حقوقی که باید مثلا فرضاً هر مثلا 1 میلیون 2 میلیونی میخواست اضافه بشه، قدرت خرید این عزیزان نصف یا 1/3 میشه. یعنی به همین ترتیب به راحتی چپاول میکنه. اگه بخوایم پس بگیم راه حل در ساختار این رژیم اصلا نیست. همونطور که همیشه بازنشستگان و سایر اقشار اومدن و در کف خیابون شعارشون رو دادن و حرفشون رو زدن، تنها کف خیابون به دست میاد. تقویمی همواره اثبات شده در این نظام پلیدی که تنها زبونی که میفهمه زبون زوره، فقط همین، باید ایستادگی کرد، همبستگی و اتحاد توی این زمینه. حالا شاهد هستیم به طور مشخص از فروردین به طور خاص اردیبهشت رشد و گسترش اعتراضات رو در تمامی اقشار. الان بازنشستگان تامین اجتماعی رو داریم، بازنشستگان مخابرات رو داریم که دارن به صورت هفتگی تجمعات رو برگزار میکنن، و همین یک شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هفته پیش که برگزار شد در حقیقت اذعان کردن که ما ایستادیم و ادامه میدیم و تا حق خودمون رو نگیریم کوتاه نمیایم، و گسترش اینها در همبستگی و اتفاقا یکی
یکی از موضوعاتی که باز شاهدش هستیم حمایت اخشار از همدیگه و حمایتشون از تجمعات همدیگه هستش، که این همبستگی اتحاد در کف خیابون میتونه این رژیم غارتگر چپاولگر رو خلاصه عقب بزنه و خلاصه میتونه حق واقعی مردم از حلقومشون بکشه بیرون. الان هم شاهد هستیم که هم معلم ها خیلی اعتراضاتشون گسترده تر شده سر همون موضوع همسانسازی، هم پیمانکاری، این کارگران پیمانکاری توی نفت و گاز و مس که تو هفته گذشته هم شاهد اعتصاب اونها بودیم. بله خیلی ممنون احمد به خاطر حضور در برنامه امروز و توضیحاتی که دادی. درود بر شما، ممنونم. خدا نگهدار.